مسیح علی نژاد، ایران اینترنشنال و یه سری افراد دیگه میان در واقع این رو بر ما سلیته هستیم، ما سلیته هستیم، زن زندگی آزادی. اول از اون که اینا اصلا نمیفهمن معنی سلیته چیه. اینا تقلیل دادن زن ایرانی رو از زن آزاده به سلیته. من نمیدونم سوادتون در ادبیات ایران چیه. سلیته در حد لکاته است. سلیته است، لکاته است، میدونم پتیاره است، فاحشه است، هرزه است. اینا در ردیف همن. من فاحشم، زحمت کشیدی، هممون میریم میگیم ما فاحشه ایم. برای که اینا تقلیل دادن. اینا جنبش و وقتی یک کسایی مثل مسیح علی نژاد بشن داعیه دار، ترقی معکوس کرده ایم. یک کسی مثل مسیح علی نژاد، خب آره اینا اگر میخواد مستاق این هست، خب باشه هستن. کمپین کارزار ما سلیته ایم مسیح علی نژاد، همه سلیته شدن در اپوزیشن. خانم مسیح علی نژاد قومی کلایی، شما لازم نیست سلیتگی شخصیتی خودت رو اینجور گسترش بدی به هم دیگه. همه میدونن شما چی هستی، ولی چرا اینو میاری تو اپوزیشن؟ چرا با آبروی اپوزیشن بازی میکنی؟ مسیح علی نژاد داری مبارزه مدنی میکنی الان با رژیم، پخش و انتشار سلیتگی شخصی در تمام اپوزیشن که یادشون بره چه کار میکنی، دزدیهات، داستانهات چیه. هیچ ایده مثبتی هم داری برای دور هم جمع شدن اپوزیشن؟ رضا پهلوی، اگر اومدم توی توییترم نوشتم، دعوت کردم همتون، گفتم بیاین کنار هم دیگه بشینین، فکر کردی داری میری کودکستان، گفتی این یه اتوبوس مجانی، همه بیاید سوار اتوبوس اسکول باس بشیم. دختر کوچولو منم خیلی هیجان داره، هی میگه دادی من با اسکول باس برم. یاد رضا پهلوی میافتم، هیجان داشت با اسکول باس بره، تا اتوبوستون اومد را بیفته پنچر شد. رضا پهلوی هیچ گله گوسفندی رو هم نمیتونه به هیچ آغولی هدایت بکنه. اپوزیشنمون فاسده، در اپوزیشنمون نفوذ انجام شده. خب ما با یه همچین اپوزیشن نماهای بیشرف، عقده‌ای، مزدور، حسودی چیکار بکنیم؟ کجا بریم با اینا؟